سلام عملیاتی که تو این جلسه میخوایم باش آشنا بشیم عملیات روتیشن یا دوران هستش که برای دوران موضوعات ترسیمی حول یک نقطه مشخص استفاده میشه من ابتدا موضوع رو ترسیم میکنم توی محیط کاریم میام از نقطه 5 و صفر. یه مستطیل ترسیم میکنم با طول چهار و عرض دو میخوام که این مستطیل رو حول مرکز محورهای مختصات X و Y به اندازه 90 درجه دوران بدم برای این کار از دستور روتیت استفاده میکنم دستور روتیت رو میتونم توی پنل مودیفای پیدا بکنم و روی آیکنش کلیک چپ بکنم آیکون دستور روتیت کنار آیکن موب هستش که من اگر سلکت بکنم دستور انتخاب میشه یا اینکه توی قسمت کامل لاین حروف R آر و O رو تایپ بکنم و اسپیس رو بزنم بعد از اینکه دستور رو انتخاب کردیم لازمه که موضوعاتمون رو سلکت بکنیم من مستطیلم رو انتخاب میکنم و بعد اسپیس میزنم توی مرحله بعدی نقطه مبنا یا ای که میخوایم نسبت به اون دوران رو انجام بدیم مشخص میکنیم یا با حرکت موس و کلیک چپ کردن یا اینکه مختصات بدیم مثلا صفر و صفر اسپیس رو میزنیم و توی مرحله آخر اندازه زاویه دوران رو به واحد درجه وارد میکنیم مثلا 90 درجه و اسپیس رو میزنیم خب دیدید خیلی راحت و سریع ما تونستیم این مستطیل رو دوران بدیم حالا من یه بار دیگه این کار رو انجام میدم این دفعه میخوام جهت دورانم رو عوض بکنم یعنی بکنم در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت مسلساتی کافیه که زمانی که میخوام زاویه رو وارد بکنم عدد مربوط به دوران رو با علامت منفی وارد بکنم منفی 90 درجه به این شکل خب دستور روتیت رو دو تا قابلیت داره اولین قابلیت اینه که ما میتونیم آبژکت ابتداییمون رو نگه داریم برای این کار لازمه که بعد از اینکه موضوعات رو سلکت کردیم و نقطه مبنا رو مشخص کردیم حالا من اینجا به عنوان مثال میخوام نقطه رأس مستطیل رو به عنوان مبنا مشخص بکنم میام کرسرم رو روی گوشه مستطیل نگه میدارم و کلیک چپ میکنم بعد از اینکه نقطه مبنا رو مشخص کردیم یه آیکونی این پایین هستش توی قسمت کامن لاین نوشته شده کپی یا من میتونم روی این کلیک بکنم یا اینکه حرف C رو تایپ بکنم و اسپیس بزنم و بعد از اون اندازه دوران رو وارد بکنم مثلا 180 درجه همونطور که میبینید الان موضوع من دوران پیدا کرد و یه جورایی کپی هم شد یعنی موضوع اولیه من باقی موند الان ما تونستیم دو تا دستور رو با همدیگه ادغام بکنیم یعنی دستورات کپی و روتیت خب قابلی... قابلیت دوم به این صورته که فرض کنید ما اندازه زاویه دوران رو نداشته باشیم یا نخواهیم وارد بکنیم مثلا من خطی دارم که به واحد 3 در راسته افقه و یه خط دیگه ای دارم که با این خط یه زاویه نامشخصی رو درست میکنه مثلا توی این زاویه 51 درجه به اندازه سه واحد خطم رو ترسیم میکنم حالا یا من این اندازه رو به صورت دقیق نمیدونم چیه یا اینکه حالا این موضوعات به طرق دیگه ای ترسیم شده و من لازم نیستش که اندازه زاویه رو در بیارم و توی عملیات روتیت ازش استفاده کنم میام دستور روتیت رو انتخاب میکنم موضوعاتم رو سلکت میکنم نقطه مبنا رو نقطه تقاطع این دوتا خط انتخاب میکنم و بعد از اون از آیکون رفرنس استفاده میکنم یا اینجا کلیک میکنم و یا اینکه حرف R رو تایپ میکنم و اسپیس میزنم بعد از این حالت ما لازمی که سه تا نقطه رو مشخص کنیم نقطه اول نقطه تقاطع این دوتا خط هستش که همین نقطه ان پوینت اینجا هست سلکت میکنم نقطه دوم نقطه شروع دوران هم خواهد بود که میشه نقطه رأس مستطیل و نقطه سوم نقطه انتهایی دوران اینجا سلکت میکنم و میبینید مستطیل من دقیقا با همین اندازه زاویه که خطوط رو ترسیم کردیم دوران پیدا کرد و نقاط بر همدیگه منطبق شدن خب حالا میخواییم که با این دستور روتیت یه موضوع رو ترسیم بکنیم اول دستور لاین رو انتخاب میکنم یه مسلس قایم و با از برابر ترسیم میکنم بعد دستور روتیت رو انتخاب میکنم موضوعات همه موضوعات رو انتخاب اسپیس نقطه مبنا رو یا بیسم رو اینجا قرار میدم و بعد از قابلیت کپی استفاده میکنم و زاویه 45 درجه رو وارد میکنم. الان تونستم یه همچین موضوعاتی رو با دستور لاین و روتیت ترسیم بکنم. حالا یه بار دیگه این کار رو انجام میدم. این دفعه زاویه رو 90 درجه وارد میکنم. یه بار دیگه اگر این کار رو انجام بدم و زاویه رو 180 وارد بکنم به یه همچین شکلی میرسم خب الان مثلا ترسیم کردن یه همچین شکلی با یه دستوری مثل لاین ممکنه که خیلی زمان بر باشه و خیلی سخت باشه ما الان تونستیم با ترکیب دستورات لاین و روتیت این موضوع رو ترسیم بکنیم